به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، امروز هم برنامه نامه ها از ناحیه ها و اصلاح نیت شماره 76 را تقدیم می نماییم. خواننده و بیننده عزیز و گرامی اصلاح، از تمام خواننده و بینندگان عزیز اصلاح خواهش می نماییم و خواهش همان این است که صحبت از نزاع و خصومتی بین خود و همسایه یا همده هرا برای ما نفرستید. از مشکلات محلت یا هر جماعت و ناحیه‌تان و شهر و ولایت و دوشنبه و مراکز آنجا و مکان زندگانی میکنید بگویید که نشر و پخش آنها برایتان نتیجه بخش باشد و مقامات و مسئولین را وادار سازد که پی انجام رسالت و وظیفه های خود باشند. در این نشر برنامه یک شکایت از ساکن دوشتیش نشر می شود و وای به نامه در برنامه شماره 49 پاسخ داده و هم دهه های خود را در دروغگویی و تهمت بستند و پدرش عیبدار میکند. ما از نشر این نامه صرف نظر کردنی شدیم با این ملاحظه که با ماجراهای آیلوی و اصحای خانوادهی و نزاع بین خود و همسایه و هم دهه کاردار نمیشویم، ولی مؤلف خود ما را اتهام زده که جانبی طرف شده ایم. دوستان و نادوستان، خدا را گواه میگیریم که هیچگاه این طور نبوده و نخواهد شد. ما همیشه خالصانه و بدون سوء استفاده از منبر کار کرده ایم و آینده هم همین طور میشود. اما بار دیگر تاکید و گوشرس میکنیم که مسائل خصوصی خود را و ما نفرستید که منبر نشر نخواهد شد. ولی این نوبتی نامه ها هم جالب و دیدنی است. دوشتیچ، ردیه به برنامه شماره 49. سلام برادر محمد اقبال، من از ناحیه دوشتیچ از دهه چویانگران. شما در برنامه شماره 49 در حق پدرم تهمت کردید. البته ما تهمت نکردیم، چون با ما چنین نوشتند و ما آن را نیز از چند ساکنی چویانگران پرسیده بودیم. پدری من بابایف خدای نظر رئیس محله بودند، اما 6 ماه شد که کار نمیکنند، رئیس محله نیستند. انسانی را که در محلش خاص راهبر شده برای آخرتش آبادی کند، امروز او را تحقیر و تهمت میکنید. از خدا شرم نمیکنید؟ ما طرفدار حقیقت میگویید و گفتید که 4 فرزندی پدری من خدمت نکرده است. این طور نیست. فرزندی کلانی پدری من سالهای 2003 تا 2005 خدمت کرد. گفتید که تراکتور رو گرفته با فرزندانش داد، از هر سری خانه کارتاشکا جمع کرده. گفتید همه این گپو درست نیست، مگر سفر حج جنایت است. پدری من هیچگاه 5 بار حج نرفته است. خوب، دیگر اون چی که هست مرحمت امامی خیلی ردیه نویسید. وقتی کسی برای شما می نویسد چیزی غلط یا اشتباه هست، ما همیشه آماده ایم اون چی که در مورد شما تهمت شده است دقیقاً اون رو با این ردیه شما رد و برنامه خواهیم کرد. سال 2005 خواستند روان. انسانی که پاسرد نیک بود فریب کرد. خوب دیگر، یعنی درست گفته بودند، خواست است که میرفت است، ولی خوب دیگر فریب کردند. در اون نامه هم دقیقا همین خیلی اومده بود که یعنی کیدتش کردند. دیگر نیتی سفر نکردند، مگر یک انسانی که برای دهش مسجد، جنازه خانه، سکوش و بینوشاکی براورد. البته با دستگیری و کمک خلق، در یک چنین انسان شما چی فکر میکنید؟ پدری من ماش خور نبود، خالص برای رضایت الله خدمت خلق کرد. برادر محمد اقبال، من میدونم که این نامه پر از تهمت و تحقیر نسبت به پدری من و اولای ما را که با شما ارسال کرد. حاضر همین نامرد آبی کران خورده ایستاده، زمینش هم صاحبی آب شد. هر کسی دروغ میگوید بگذار زنی وی طلاق باشد. والله بالله تالله، برادر محمد اقبال، نامه گپ های نوشتهش درباره پدری من در برنامه شماره 49 دروغ است. ما با شما پیامی صدایی هم فرستادیم، شما چاپ نکردید، ولی این بار بر اساس قانونی مطبوعات حق ندارید که چاپ نکنید. باقی در امانی خدا باشید. شما برای ما نامه صدایی فرستادید، اما بعضی از دشنوم ها نموده بودید که ما دیگر از اون منظور همون نفرهایی که فرستادند را دشنوم نمودید. به این خاطر ما اون صداها را صرف نظر کردیم، ولی اگر توانند برادرانی که در قسم تکنیکی هستند آنها را گذارند و جاهایی که دشنوم است آنها را حذف نمایند، خوب، یعنی هیچ مشکلی نداریم. اما چون بعضی از سخنان ناسازا و تحقیر و دشنام بود، به این خاطر از اون صرف نظر کردیم و هر کسی که هر نامه‌ای که در مورد او نشر شده است و تواند که انا با مانند همین برادر دقیقاً درست آنها را رد نماید، هیچ مشکلی برای نشر آن نداره. نامه دیگر از جلال الدین بلخی. السلام علیکم برادر محمد اقبال، از دهه کیهان جماعت گلستانی ناحیه جلال الدین بلخی براتون می نویسم. در دهه ما سرعت اینترنت خیلی سست است. ما از خدمات علاقت طلب داریم که به دهه ما یک بزای نو استانسیای آنتن آورده مونند. حتی با تلفن چی رسد به اینترنت صحبت کردن نمی توانیم. درون خانه اینترنت تماما کار نمی کند. در بیرون کمتر استفاده می بردیم. وزیر همین را هم بلا زد.
کار نمیکنه، تنها مسنجر کار میکنه و خلاص. یوتیوب رو تماما استفاده کرده نمیتونیم، یگان چیز رو نمیتونیم تماشا کنیم. چند بار شرکتی مگافون زنگ زده شکایت کردیم اما بفایده، میگویند که در طرف شما بعضی استانسی آنتن وایرون است. متخصصان کار کرده ایستادند، در فرصت نزدیک برطرف میکنند. این چیزی است که همیشه برای ما میگویند اما هیچ برطرف نمیکنند. سال دراز همین گپا میگویند، هر ماه ما مبلغ سیم کارت رو میسپرم اما درست استفاده برده نمیتوانیم. از خدمات علاقه درخواستمون این است که بیایند و تفتیش کنند و شرکت میگافون را موظف نمایند که این مشکلی را برطرف سازند. البته بگ صبور، این با شما خیلی ارتباطی قوی دارد. در این کالخوز بودی اکای حسن و پروای لیدی کوشش کنید که یعنی این قضیه رو حل و فصل نمایید، چون که این مسئله نیست که تنها در یک جا باشد. بیشتری مردم با این قضیه خیلی با مشکلات میکنند. خدا کند که بیگ دومسازی را بس کنه و از پشتی برطرف سازی این مشکلات علاقه باشد. نامه دیگر از مسجد. سلام علیکم برادر مبارزی رای حق محمد اقبال صدرالدین، الهی همیشه ساخو سلامت باشی. سلامت باشید برادر مسجدی. ما یک گروه مهاجران از مسجد در شهر مسکو هستیم. ما همه برنامه های شما را تماشا میکنیم. ما مهاجران از طرف پلیس روسیه هم روز سخت تاخیر میشویم، اما از وطن هم خبرهای بدی به ما میرسد. در ناحیه مسجد قوای برق از ساعت 5 تا 8 صبح و از 18 تا 22 شب داده میشود. خب تمام تاجیکستان فعلا چنین است برادران مسجدی، باقی تمام روز قوای برق داده نمیشود. مردم برق ندارد. خدا شما بر این راهبرا را در لعنت و نفرتش گرفتار کند و انشاءالله که با این ظلم و ستم در نار جهنم خواهد سوخت. آخر تا به کی مردم تاجیک زمستان و تیرامای خود را به قوای برق میگذارانند؟ باز شرم نکرده تاجیکستان بیشت روی زمین میگوید. این دپوتات های کلوش و محسی فقط وعده میدهند و اجرا نمیکنند. فردا در پیشگاه خدا چی جواب میداده باشند؟ پیشاب ملت، اس اس یتیم لعین، بسیار آدم های بیگناه را تیرمه کردند. شما نماینده خلق هستید، یگان بار با چنین رفتارهای غیر قانونی اعتراض نموده اید؟ زید برآمده اید؟ نه عزیزاده، غیرتی به غیرت مسجد را حرام کرده باز دپوتات شدی. تو همان غیرتی به غیرتی به شرف عرق فروش هستی. وای بر حال این مردم. اگر این رحمان و رستم و آزاده راهبران خط می بودند، امروز هزارها هزار مادر و زن تاجیک در روسیه تاخیر و تجاوز نمی شدند. این کارناشایمان و بینوموسان گمان می کنند که کسی نمی بیند، اما کمره های خداوند همه اش را فیکسیر ود کرده استاده است. بشک کمره های خداوند همه اش را فیکسیر ود دارد و کرامان کاتبین نوشته استادند تا که های غالت تجاوز می کنید. انشاءالله روز فردا فرا می رسد و همه سرنگون خواهی شد انشاءالله. با فرمان رجب بای احمدزاده، قفلان بای رئیس ولایت سوخت، عزیزاده غیرت، امید زاکیروف و دیگر منافق و دیوس هایی که با شما همکاری میکنند، جان مردی نکوکاری وطن طاهر عزیزاده خدا رحمتش کند را گرفته و با کشتار دست زده. بله، رئیس ناحیه سابقه یعنی مسجد را که با زهر دادن از بین بردن، طاهر عزیزاده را. بله، هر بیشه گمان نبر که خالی شاید که پلنگ خفته باشد. شما نوکر و یوگردک های قافلان باید گمان نکنید که مردم مسجد این واقعه را فراموش میکنند. هرگز نه. خلاصه آیا معمر قذافی و صدام حسین و نورسلطان نظربایف با اینها درس نیست؟ خدا کند که درس شود. در برای اینها چی قدر سخن کنیم هم کم است. انشاءالله اینها همش از معمر قذافی و صدام حسین بپر میشود. با شما برای کار و فتح و نصرت میخواهیم. سلامت باشید برادران مسجدی. نامه دیگر از قبادیان. سلام استاد محمد اقبال، میخواستم درباره ناحیه شهر توس و قبادیان کمی صحبت کنم، اما پیش از آن میخواهم یک چیزی دیگر را بپرسم. این چاپلوس ها در برنامه منبر مهاجر وارد شده سخن میکنند، برای چی مقامات آنها را بازداشت و به جوابگری نمیکشند؟ بازداشتگران میگویند که شیشتا برنامه شما رو تماشا داشتم، خواستم داخل شده صحبت کنم. مگر در تاجیکستان این برنامه های شما رو تماشا کردن ممنوع نیست یا اینکه برای چاپلوس ها اجازت است؟ من نمیفهمم. اگر قانون برای همه یک نیست، اینقدر بسواد هستند که برخی تاجیک لیمیت را اعلان کرد، اما این چاپلوس ها میگویند که در همه جا برق است. نخود اینقدر کور یا بی‌ناموس بودن ممکن باشد. در قبادیان بازار را سوزانده و صاحبکاران جای های خودشان را باز دوباره فروختند. اکثریت تاجران بازار از 30 تا 40 هزار سومانی از بانک ها قرض هستند. و باز از نزدی بیمارخانه کهنه به محله 8 مرد چند سال پیش مهاجران پول روان کردند و مردم خود این راه را اسفلت کرد، البته با یک جنجال کلان. پیش از این چند مراتبه پول مردم را گرفته اسفلت نکرده بودند. این مراتبه خود مردم تکنیک ها را پول دادند و اسفلت را نیز خود آنها خریدند. این را الماس 500 پلوس خوبتر می کند. بله، انا اکنون می گذاریم در برای شهر توس که می بگویم در ناحیه ما نیز عینی چون این کار شده ایستاده است. از محله ایسکرا تا محله کارل مارکس خلق خودش پول جمع کرد.
مهاجر تا دهخان اسفالت کرده ایستادند و بنگاه های تیبی ساخته ایستادند. اما این را مردم عادی و مهاجر سازد، دولت، حکومت چی کار میکند آخر؟ کی به مردم عادی فایده این دولت میرسد؟ من نمیدونم. خواهش میکنم مرا نادرست نفهمید. مینت کردنی نیستم. مهاجر آیلش را خوراند، خانه سازد، موشین گیرد و به بیچارگان کمک کند یا در روسیه برای وفات شدگان پول جمع کند تا که به وطن فرستند، اسفالت کند، مکتب سازد، راه را تعمیر کند. کدوم اینها را آخر مهاجر سازد؟ آخر ما مهاجران پول را از شاخ درختان در روسیه نمیچینیم یا اینکه از زمین رفته نمیگیریم؟ باز در اینجا از دست مقامات روسیه در عذابیم. با ما کی کمک میکند؟ کی دردی ما را گوش میکند؟ حدی اقل مانید پدر و مادران، اپا و خواهران ما تینج و آرام زندگانی کنند. بیزار شدیم آخر از دست این حکومت داری شما. این قدر نومر نشوید. آسیا با نوبت از گفتند. با اذن و اراده خداوند مهربان ما برنگردیم و از شما قصاص و پاسو خواهیم گرفت. در آخر گفتنیم که مردم شهر توس، از شما خواهش میکنم خب نیستید. میدانم همه ما و شما را این مقامات عذاب داده است. نویسید تا اینکه این پلیدها را تمام مردم بدانند و شناسند. بله راست میگوید. نویسید قبادیان شهر توس تا اینکه همه ملت این غارتگران و دزدان را بهتر و خوبتر شناسند. اکنون نامه دیگر از اسفره. السلام علیکم استاد محمد اقبال صدرالدین از شارکو از مکتب شماره 49 و از کمبودی و سیتمی شعبه معارف اسفره می نویسم. روزی 10 اکتبر در خانه نشسته بودیم. بچه ها از مکتب دعوتنامه برای پدر و مادر آورده دادند و گفتند اگر نروید به جوابگاری میکشده است. دعوتنامه را می بینیم که در حقیقت در آن از پدر و مادران دعوت شده است که بیایند و نیز تاکید شده است که برای نیامدن به جوابگاری کشیده می شوید. این در اصل دعوتنامه نیو تهدید نامه بود. بعد روز 11 اکتبر ساعت 10:30 می رفتیم. ساعت 10:30 همه کور زندگیشان را پرتافته رفته بودند. مردانی بودند که سینشان به 70 رسیده بود. حتی بیمارها رفته بودند که مبادا به جوابگاری نکشند. در صف قریب 50 مرد و نزدیک 60 زن جمع آمدند. ساعت از 11 گذشته بود که سردار امنیت شافیزاده شمس‌الدین و کارمندان جماعت شعبه کار بنو بالغانی ملیسه ایوب خانزاده فتح‌الدین و معلمه‌های دیگر در آمدند. کسی سخن نمی کرد. همه سکوت کرده بودند. دیکتور مکتب عالیما و اتون مجلس را سر کرده سخن را به سردار امنیت می دهد. سردار امنیت شافیزاده شمس‌الدین سخن را از طرفی جنابشان آغاز کرده بعدن از قول جنابشان ترساندن اهل تالار را سر می کند. از تروریسم و جنگ 92 سرحد خیرخیز و سرحد افغانستان گفت و بعد از جنگ خاورمیانه و بعد درباره حزب ها مثال آورده بعد بر روی مال دخترها گذشت و میگوید که روی مال این اخلاق دختران نشان نمیدهد، دلشان پاک باشد. این اخلاقی نیک دختران را نشان میدهد. در همین وقت در میان این قدر مردان یگان کس نمیگوید که روی مال اخلاق و علم و معرفت دختران نیست، بلکه این فرمان الله هست. آخر خسور رئیس جماعت هاشم خان که خود را ملا میگیرد هیچ چیز نمیگوید. وقتی شمس‌الدین شافیزاده میپرسد من دملو شما گوید راست هست؟ دملو هاشم خان کلاش را جنبانده میشیند. خوب دیگر درست میگوید حجاب یعنی فرض نیست گفته. سبحان الله. بعد سخن را به کارگران جماعت میدهد. آنها هم گفتند و گذشتند. سخن را با معلمه نامدار خواهر رئیس پیشنه کفاز شارکو عالیموف نعمت متعی بخان با کلیشگه فیفی معلمه دار و با خود 10 ورق آورده بود و شروع کرده به قرائت آن که آن قانون درباره پدر و مادر بود. کارگران جماعت به وی گفتند که معلمه کوتاه‌تر کنید. معلمه هم مختصر گپ میزند و میگوید که آنچه که فرزندانتان بی سواد هستند این همه از شماها وابستگی دارد. خطاب به فیفی، فیفی جان کردنیان، شما که یگان جا را نخوانده با یاردم اکوهایتان معلمه شدید. نمیدونید که اگر بچه در مکتب درس یاد نگیرد در خانه پدر و مادر مسئله های مکتبی را از کجا میدونند؟ های معلمه اینو خوانده فیفی جان. پدر و مادر فقط میتوانند گویند که بچه هم درس هایت را خواند. بچه که وظیفه از مکتب نگرفته باشد از کجا پدر و مادرش مجبور کند او را؟ های معلمه فیفی جان، اول در مکتب درس دهید، بعد از بچه وظیفه خانگی پرسید یا گیرید. اون وقت بچه در خانه درس میخوند. بعدن دیرکتور مکتب علیما و اتون دادرزاده معلمه فیفی و علیموف نعمت گپ را سر کرد. این معلمه از علم و معرفت گپ نزد، گپ را بر سر فرمای مکتبی برد. بلا زند پول جمع کنی را، گفت که 1200 فرما زکس کرده است، اما همگی 450 فرما خریدن دو خلاص. 750 نفر دیگر هم باید از نام مکتب رفته خریداری کنند. حد اقل یک تویی. خطاب به معلمه. وای معلمه، از آشخانه به یاردم امکایت به کرسی دیرکتور آمدگی. خوب گوش کنید مرا. وقتی شما به مکتب آمدید به آموزگاری نامده بودید. شما اول ظرف شو پس و دمایشی که مکتب آمده بودید. آن وقت مکتب به طلبگانی تا سینفای 4 خوراک میداد. ما از مهاجرت آمدیم و فهمیدیم که شما
بی بایتون معلمه شده دو بعد دیرکتوری مکتب. ای خدا زنم، شما که از آشخانه هستید، اهلی آشخانه و طبخشویک هستید، نمیدونید که تعلیم و تربیت چی است؟ کی فرمه مکتبی رو بخرند یا مردم کی باید فرمه بخرند؟ معلمه، مردم فرمه رو ماه اوگوست میخرند، نه ماه اکتبر. فرمه که با شما بالا سپارش کرده است کسانی میخرند که پول دارند. آدمانی که پول ندارند ماه اوگوست میوه های باغشان را خوش کرده با پول ناچیز فروخته فرمه خرید. آنها از کجا پول یابند؟ یا باز یکان چیزشان را مجبور برده با پول ناچیز فروخته با شما آبرو خرند. شما باشید با بالا رویم گرم شود گفته مجبور میکنید. مثل شما آخر ما پول را با آسانی نمییابیم معلمه جان. ناگفتن نماند که اینها به حد زبانشان سخت بوده است. دخترها را از پشت روی مالشان بسیار جنگ میکنند، ولی وقت دخترانی اشخاصی بای و ثروتمند را میبینند زبانشان لال گپ نمیزنند. ای معلمه، شما که روی مالتون را از پشت میبندید بستن گیرید، دل شما پاک است داخل ناخونکو. برای همین با یک معلم گپتون برآمد، اما دخترهای مردم دلهایشان با روی مالشان پاک و تازه است. این فرمان الله است. شاعر میگوید خشت اول چون نهد معمار کچ، تا به آخر میرسد دیوار کچ. و گفتی پیشوایتون شما هم مسلمان با دنیا آورده است. چون که پیشو میگه ما هم بچه مسلمانم، یکی خوب دیگر کارهای میکند که هیچ فرعونی نکرده بود. از برای همین پوری دیرکتوریتون را گیرید معلمه جان، و فقط به حیا و عفت دختری مردم نرسید. روزی میرسد که از وظیفه میروید و باز به همین مردم میمونید. این طرفش رو خوب فکر کنید خواهر. نمای دوم نیز بینندگان گرامی از شارکو هست. برادر محمد اقبال سلام. همسایه لیسیدین شراپوان، میبینم که کسی درباره سنگین و فقران صحبت نمیکند. تا جایی میدونم وای در شخت شراب کار میکرد. سردار بود. سال 2019 یا 2020 کروپسی دستگیر کرده از کار پیش میکند. سال 2021 باز شیرس کرده با کار میدارید. وای پول کارگران رو پور را نمیداد. وای در کوچه تگی ساده سری آبجواز پیش نانوای خانه لیس، یعنی لیسیدین، در پایین آن مگزین و در بالای آن خانه ساخت. چهار اسب و در گلستان اسفره یک گکتر زمین دارد. وای به غیر از شخته در هیچ کجای کار نمی کند. من واقعا گفتنی هم که از الله بترسانه ای که تو سخته ای بسرت بلا می شود. از ما یک گفتن بود، وقتش رسد جواب می دهی انشاءالله. البته باید بگویم که این نفر پیش نارکوتیک بیزنس می کرد. از پشت او یک مرد به زندان ششته بار آمد، ساله رحیموف، لقبش گیتم. پسرش در سود اسفره کار میکند. در آخر گپ بلای شراپوف گفتنیم با تو یک ماه مهلت، اگر استعفان ندهی چی خیل و با کدام راه در سر جر در پشت حمام زمین را گرفتی؟ چی خیل با لیوبونیک هایت و لیوبونیسه هایت در شراب آدیخ میکردی؟ چی خیل با زنت ظلم میکردی را برای اصلاح نوشته میفرستم. بهوده در برگرده نه اعضای تیم اصلاح را نکابد و نپوید. ما میدونیم که از کجا و چی خیل معلومات را به اصلاح راهی کنید. بله، شما دیگر چرکوه و سرخ و یعنی واروخ را نمیتوانید که نظارت کنید. اسفره هم کاملا همیشه و همیشه به اصلاح نامه های خیلی زیاد داریم. مثلا من فعلا این برنامه 76 است اگر خطا نکنم، فعلا از ووش که دارم، اما برنامه 89 را یعنی نوشتنش را آماده کردم. یعنی پس فکر کنید که چی گونه یعنی وضعیت در کدام حالت است. باید بدانید که همیشه و همیشه مردم با ما اند و یعنی برای ما می نویسند. و بینندگان گرامی، این بود نامه اسفره. اکنون میگذاریم به نامه که از پنجکند رسید. السلام علیکم برادر محمد اقبال صدرالدین، من ساکن شهر پنجکند هم، خواستم این نامه را نویسم که در برنامه نامه ها بخونید. این الان یگانه راه است بر رژیمی که روز از روز به این مردم زندگیشان را دشوارتر کرده ایستاده است. اعتراض و مخالفت خود را بیان کنم، ولی هرگاه مردم برزیدش خستند، من هم در کنار آنها و در قطار مبارزان خواهم بود. همیشه کوشش کنید، فکر کنید که شما اولین شخصیت که کار را میکنید. اگر من میگفتم بگذار کسی دیگر کند، من خودم را در نظر دارم، پس میششتم تو کسی کاری ما رو کند. ولی دیدید که کسی آنچه که من میکنم نمیکند. یعنی برنامه های گوناگون وجود دارد، اما با مشکلات مردم رسیدگی کردن و خواندن و نوشتن و جمع کردن و تقدیم کردن رو کسی نکرد. پس من وقتی کردم، امکان دارد فردی دیگری پس از من نیز انجام دهد. پس این خطاب به همون برادری پنجکنتی است که یعنی باید دانید که هیچ وقت نگوید کسی دیگر کند، کسی دیگر خیزد، من میخیزم. یعنی همیشه خودتون را اول حساب کنید و فکر کنید که مردم از پشت شما هم.
این مردم همه روزه خانه خیز گریخته رفته ایستادند. ادامه نامه است. از زادگاه، از وطن خود، اما این آیله گوش نزده و آدمانی وی در تمام ناحیه ما ریشه دوانده ایستادند. من میدانم که در دیگر ناحیه ها هم وضع چنین است. اینها مثل همان قوم مغولند که حالا حتی خانه های ما را صاحبی میکنند. برادر عزیز، من چندین سال در حکومت ناحیه پنجکند کار کردم. حالا کاروبار این آماده ها و آورده ها را میبینم سختتر و دشمنتر از مغولان باور کنید. اصلا زدگی هم پافکشان است. فقط پولتی تمام. در پنجکند خیلی وضعیت بد. مردم عادی عموما وضعیتشان بزیب. پرابلم خیلی بسیار شده استودند. لیکن این کارگران حکومت و دیگر و دیگر فقط در فکری از کی چی خیلی پول کنده گیریم. با مردم رحم ندارند. این مردم ملت خودشان کو برای چی ترحم و شفقت ندارند. گاه فکر میکنی اینها فرزند آدم نیستند. منظورم این رئیسان و کارمندانی که مردم را با هر راه فقط پولشان را میکنند و دیگر یگان سبوکی برایشان نمیبرند. بابای و بیبی و پدر و مادر اینها هم آدم بودند و اینها چی شد؟ آخر چشم کشایید و عذاب خلق را بینید. یک پرابلم جدی این بیمارستان و پلیکلینیک های شهر است. از همه فساد زده ترین مؤسسه های دولتی در پنجکند می باشند. نفری به پول اگر کسل شود، یکان کسلی گذرنده که خود ارگانیسم تبابتش می کند و این آدم بالنیسه رود، برای و یک نمود رецепت می نویسند که می گوی کسلی روجوگا باشد. و باز حتما می ترسانند که شما باید خوب کنید و تحت نظراتی ما دکترها باشید. انا بعد بای تو غزل سر می شود. در تک خرز می گوتید. ولی بعد خرز باز از بیمارخانه با ده کسلی دیگر بیرون می شود. چون که خرز خودش یک کسلی بسیار هم سخت و در تبابت شونده است. و فکر پرداختی آن شخص رو سکته مغز یا دل زنک می کند. دکترها و میسیسترها در پلیکلینیک شهر یک نمود صحبت می کنند که که بود توی انسان نسک باشد. گبزنی ها باور کنید از آسمان خودش رو شاه تبشان وزیر. به پول نزنچینی نیست در تمامن. در جایت غلطیدن موری هم نگاهت نمی کنند. دویم جای فساد زده ترین در پنجکند اداره زکس است. تمام دکومنت داشته باشی، باج دولتی را سپرده باشی هم باید حقشان را دالیهشان را دهی. وگرنه این روز و فردا گفته چنان کشالکاری میکنند که در جانت میزنند. خلاصه در زکسی پنجکند کارگران آن به پول با انسان سخن نمیکنند. به پول سخنت اثر ندارد. در پنجکند در کدام اداره نه درویی، نه تریوس، پاسپورت، نیستول، میلیسا، سن اپیدیمستانسیا، سودخانه، اکالوگیا، پجار، ودکنال، حکومت شهر، کمیته زمین، خلاص همه جا به پول با طرفت نگاه نمی کنند. همین طور حرام خوری کرده با ماشین های خارجی، قیمت و گرانبها و رستوران های قیمت کیف و صفا کرده مقامات دولتی می گردند. ای مردم، التماس چشمتان رو کشوید. این سایکلیدی های آمده حالا دخترهای شما و کلین های شما رو کیف کرده ایستادند. نبیره هایتان رو، دخترهای نابالغتان رو هم کیف کرده میگردند. باورم کنید من دروغ نمیگویم. اخلا گپ زنید، نویسید به اصلاح. یک روز نه یک روز این حرامخورها دفع میشوند. صدا بلند کنید. آخر این رو هم باید بگویم که در پنجکند چی آبادی شده شده ایستاده است. فقط صاحب کاران خودی و خودی مردم کرده ایستاده است. اما آنها رو کرپسیون ملیسه امنیت و پراکرار باور کنید که ساکشان را باز میجفند. با وجود این همه غارت و ظلم آباد کرده ایستادن. ولی حاکم و حکومت ناحیه از دستش چیزی نمی آید. توف با چنین حاکم و توف با چنین حکومت. پیشنهاد من این است که نرخ هر یک اسلوگه کارگران دولتی را در دری کابینتش نویسید و مردم باید داند که بغیر از باج دولتی با یکان کارگر پول ندهند. ولی من باور دارم که شما خودتان همه را سپیشال نفس آزاده کرده ایستاده اید. این سیستم در دست شما، شما امروز مردم و وطن را به قفا برده ایستاده اید. پیش و دروغ میگوید که تاجیکستان با پیش. جوان ها بیدار شوید، بس کنید به فکری و به فرقی و به جرعتی را. ببینید که در دنیا مردم چی طور زندگانی دارند. وقتی بسر خدرت این آیله گروسنه نشسته است، چی خیل ما پیش می رویم. در آیاتو ببینید که در شبکه اجتماعی این آیله با نبیره و عبیره و جوره نبیره و اخرانی که عبیرهش و بایفرند های دخترش همه در آخرین مرکه های ماشین سواره. این همه از کجا آخر؟ از پولی ما و شما. در تلویزیون دیدم که اسماعیل نبیرهش را با خودش گرفته در ناحیه ها سفر می کند. این قدر مست و مخمور و از خود به خود شده است این امام علی رحمانو. این ماشین و بستون سرای ها، این زندگی بدبدبه از کجا آخر؟ بابایش 30 سال با سر قدرت است. حالا اگر تقایش رستم آید وضع بهتر می شود به فکرتون؟ نه، صد قسم که بدتر می شود. چون که اینها از این بابایشان فقط علم دزدی و غارت و ظلم و ستم را یاد گرفتند.
و میراث میبرند. این هم بدتر از بابایشان حرام خورو زینا پیشه و علیه دین میشود. اینها دوام این همه سالها آموختند و در خون و استخوانند. دزدی مال و ملک دولت و مردم جا شده است. اینها فقط به دزدی و بایشوی فکر میکنند. فریبونه رنگ آموختند. اگر کار کرده دو از این آیلت توانستیم و نجات یابیم، با روزها و آینده نیک میتوان امید کرد. ولی اگر تغییر نیافت و همین پیشوا و همین آیله و همین اروغ و همین دودمان ادامه کند، آینده شما و بچه هایتان بدتر از امروز خواهد شد. برادر محمد اقبال، رحمت به تو و بر پدر تو که توانسته استاده ای که چشم این مردمی و خواب وحشتناک زمستانی رفته را باز کنی. من یک آرزو دارم که مردمی تاجیک هم ما تاجیک ها هم آزاد باشیم. آزادی واقعی. سلامت باشه برادر پنجه کنتیه که این واقعا نامه خیلی مهمی را در این برنامه تقدیم نموده استاده نوشته. سلامت باشه برادر پنجه کنتیه. واقعا این یک کارمند دولتی بود که یعنی اون چی دیده بود و اون چی میدید نوشته است. نامه دیگری ما از خراسان است. سلام علیکم برادر محمد اقبال. این نامه از دهه سبززاری ناحیه خراسان فرستاده می شود، اما نمیدانم از کدام مشکلات تمام شروع کنم. امام علی رحمانوف به ناحیه آمده وعده داد که مکتب شماره 7 را من خودم آماده میکشویم. مکتب من از عصر لنین موندگی است، اما جایش جای خوب و چند به نام اکتیوی این ناحیه با نام حکیم و شهر رئیس آن را هم از خود کردند. حکیم زمینساز این ناحیه بود و شهر رئیس جماعت. این دزدان چوست و چالاکیشان را باز در اینجا استفاده بردند و نقشه مکتب را که در جای خودش ساخته می شد دیگر کردند. یک زنی را که 50 سال پیش ساخته شده بود ولی خوب بود، کم کراسکا و شبک لیافکا کرده آن را مکتب ساختند. این سال سروزیر لینتش را قیچی کرد. مگر این را امام علی رحمانوف نمیدیده باشد؟ و این مردم وعده داد که من خودم این مکتب را آماده می کشویم. آخر این زنی بینا برای صدیق بخشه کودکانه ساخته شده بود. سیمفخانه های آن برای طلبگان مکتب موافق نمی آید، تنگ است. در سیمفخانه ها همگی 6 پرته جای می گیرد. طلبه ها در یک پرته 5 نفری می شینند. ای امام علی رحمانوف، مگر این است آن مکتب زمانوی وعده کرده؟ با فکرم به خاطر اینکه ایزو می کشیدند که رحمانوف آماده کشوید، میبیند سروزیر را تیله کردن، تلکت کردن که قاهر سلطزاده رفته کشوید. خوب دیگه اینو حیلگر هستند. حکیم و شهر رئیس باشند، جا و زمین مکتب پیشنه را در نام خودشان کردند که مساحت آن از 3 هکتار هم زیاد است. خوب مرحمت در خراسان میبینیم که با این نامه رسیدگی میکنند و این حکیم و شهر یگان خزیهشون را میبینند، زمین را دوباره میگیرند. ولی خواهش میکنیم از خراسان که آنچه میبینید نویسید تا اینکه ببینیم که رئیس خراسان و زمینساز این ناحیه کار میکند یا نه. خوب ما منتظر نتیجه هستیم. این حکیمی دوست باشد زمینهایی را که در کوپ مردم گندم میکردند همش را به نامش کرده گیرید. سبحان الله، مردم در آنجا گندم کرده زندگیشان را پیش میبردند، حالا از دست مردم بازوری زمین را گرفته است. حالا از چند از بوزهای دهه هم گفتن میخواهم. مردم از دست اینها بداد اومدگی هستند. یکمش محمد لا بالاخبه کرگز، دویمش عبداللهیف بای محمد، سیومش اسمت و سلیم که در جماعت کار میکند. پسران کسینشان به خدمت حربی رسیده باشند و همراهی چند لاشخور به خانه های آنها رفته، از آنها تا 10,000 سومونی میگیرند. این بناموسها حتی طلبگان مکتب را از مسجد زده بیرون میکنند. ناحیه ما در عهد شوروی همه جایش با آب تامین بود، حالا باشد 10% با آب تامین است. میتوان گویم که خراسان سوخته ایستاده است. امسال اسماعیل دست به خیر به دهه همسایه آب برآورد، اما آب برآورده وی همگی 7 مینوت آمد و به همین دیگر محکم شد و آمین الله اکبر. ولی آن را در تلویزیون گشته و برگشته نشان داده و وهمه و هم همه کردند که دهه را از آب تامین کردیم. مرحمت اسماعیل آمده همون جایی که آب کشاده بودی آمده بین، آیا از آنجا چیزی پیدا میکنی؟ 7 دقیقه آب گذرانده اسماعیل برای مردم آمد و تمام. آخر نمیدانم برای چی دروغ میگویم. برادر محمد اقبال، خواهشم این است که این نامه ما را نشر کنید و خوانید. من باز از دست درازی دایرکتور این مکتب و طلبه ها با شما ویدیو ارسال میکنم و از دزدی های رئیس ناحیه مدیر شعبه معارف مینویسم. من در حکومت کار کردم، همه دزدی های اینها را خوب میدانم. خیلی خوب، شما همیشه ارسال کردن گیرید تا اینکه آنچه ما میتوانیم در خدمت ملت و مردم آنها را قرار دهیم. برای بینندگان گرامی این بود برنامه امروز ما. خدا کند که پسند شما و به درد جامعه توانسته باشیم چیزی را مرهم گردیم و در انتشار این برنامه و گذاشتن لایک های خود ما را همراهی نمایید تا اینکه توانیم درد ملت و مردم را همگانی نماییم. در آخر شما را به الله پاک می سپارم. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.